اینجا شمالی ترین قسمت مصره، چون من در کنار دریای مدیترانه هستم. در طرف غرب من لیبی قرار گرفته و در سمت شرق فلسطین و عربستان، در حالی که مصر اون پایین در جنوب واقع شده. 1000 کیلومتر بیابان و درست در مرکز اون کشور رود عظیم نیل قطع میکنه و از وسط اون عبور میکنه و در رأس اون چنین جایی واقع شده، شهر بزرگ بندری اسکندریه. اینجا آخرین و مهمترین پایتخت مصر باستان بود. اسکندریه شهر قدرت‌ها، ثروت‌ها و تجملات و تشریفات عظیم بود، بزرگترین در سر تا سر دنیا. اسکندریه متن یکی از معروف‌ترین فراعنه مصر هم بوده، کلئوپاترا. آخرین فرمانروایی یک سلسله یونانی و آخرین نفر از صف طولانی مهاجمان خارجی که همه آنها مصر را از آن خود می‌دانستند و فریفته شکوه و عظمت افسانه‌ای آن بودند. اکنون دیگر هزاران سال از عمر اهرام می‌گذشت. آنها آغاز شکل‌گیری باوری به ظاهر پایدار و فناناپذیر بودند. باوری که از آشوب‌ها، خشکسالی و جنگ پایدار مانده بود. اینطوری به نظر می‌رسه که اونا رو تمیز کردند. باوری که دوران افسانه‌ایش پرتلالوتر از همیشه می‌درخشید. دورانی که معابد، آرامگاه‌ها و گنجینه‌های درخشانش مصر را به وسوسه‌ای مقاومت ناپذیر تبدیل کرده بود. از آنجایی که فرمانروایان حسود و بیگانه چشم طمع به مصری تضعیف شده دوخته بودند، چگونه این کشور می توانست در مقابل حملات پیاپی نیروهای بیگانه مقاومت کند و پایدار بماند؟ اما مصر سلاحی محرمانه داشت، فرهنگی چنان مستحکم و مقتدر و ریشه دار که همه کسانی را که ادعای تصاحب آن را داشتند ابتدا می فریفت و سپس در خود غرق می کرد. به داستان من در مورد مصر باستان خوش آمدید. مصر باستان، این قسمت تهاجم. در سرتاسر هزاره اول قبل از میلاد، مصر با حملات پی در پی مهاجمان بیگانه مواجه می شد. اما در مقابل چنین فرهنگ قدرتمند و پایدار مصر، همه ی کسانی که می کوشیدند بر مصر مسلط شوند، خود مقهور آن کشور می گردیدند. تقریبا 1000 سال پیش از کلئوپاترا، مصر وارد سومین دوره میانی خود شد، دوره تنزل سیاسی و آسیب پذیری. اما این آغاز 22 سلسله حوالی سال 945 قبل از میلاده. کاهنان بر جنوب کشور مسلط هستند، اما در شمال کرکس‌ها چرخش‌های خودشون رو آغاز کردند و منتظر فرصت هستند تا فرود بیان، تا به عنوان گروهی از ژنرال‌های اهل لیبی قدرت رو در دست بگیرن و به عنوان فراعنه جدید بر یک سرزمین تقسیم شده فرمان روایی کنند. وقتی قدرت فراعنه دوره پادشاهی جدید رفته رفته تضعیف و سپس متلاشی شد، قدرت روبه افول مصر از بسیاری جهات به دلیل فقدان باورهای سنتی از بین رفت. کاهنان مصر که زمانی پرهیزگار و زاهد بودند، به غارت آرامگاه‌های سلطنتی در دوره شاهان پرداختند و به طرزی نظامند اقدام به از بین بردن باورهای سنتی مصریان به زندگی پس از مرگ که پیشتر خلل ناپذیر می نمود گردند. با افول قدرت فراعنه پادشاهی نوین، اهالی لیبی که به عنوان سربازان مزدور ژنرال‌ها برای مصریان می‌جنگیدند، به تدریج در ساختار قدرت مصر نفوذ کردند و نهایتاً به عنوان 22 سلسله مصر قدرت را در دست گرفتند. دستبندهای نیملوت، 940 سال قبل از میلاد. نخستین پادشاه 22 سلسله شوشنگ چندین پسر داشت که به او در اداره مصر کمک می‌کردند. یکی از آنها نیملوت نام داشت و اینها دستبندهای شاهزاده نیملوت هستند.
فرمان روایان لیبیایی مصر فهمیده بودند که اگر ظاهری شبیه مصریان داشته باشند و مانند آنها رفتار کنند، به در دست گرفتن هدایت و کنترل مصر به آنها کمک خواهد کرد. این دستبندهای زیبا قسمت کوچکی از گنجینه طلاهایی است که از درباریان لیبیایی مصر فراهم کردند. کسانی که حداقل ظاهراً بسیاری از سنت‌های مقدس مصر را احیا کرده و ارتقا بخشیدند. اونا تصاویر بسیار کوچکی از هوروس که نماد پادشاهی مصریان بود رو ترسیم می کردن و اونو به صورت فرزند نوجوانی نشون می دادن که از یه قنچه نیلوفر بیرون اومده. در دو طرف شمارهای کبرایی که سرشونو بلند کرده بودن و نماد سلطنت دربار بودن دیده می شد. البته این تصاویر صرفاً نمایشی و چاپلوسی نسبت به سنت‌های مصر باستان بود تا بتوانند امتیاز بیشتری از مصریان بگیرند، چون لیبیایی‌ها به چیزی کمتر از غارت و چپاول آرامگاه‌های سلطنتی مصر اکتفا نمی‌کردند. اونا به شدت مفتون و مبهوت ثروت، طلا و لباس‌های گران قیمت و جواهرات مصر باستان شده بودند و می‌خواستن همه رو تصاحب کنند. در چند قرن فرمان روایی اونا با وجودی که خودشونو به شکل فرعون‌ها درآورده بودن و مثل اونا فرمان روایی می کردن، ولی هرگز احساس نمی کردن که یه قلمرو متحد و منسجم دارن. اونا قلباً مصری نبودن. حاکمیت لیبی از بسیاری جهات محکوم به شکست بود، چون با وجودی که از نظر نظامی برتر از مصریان بودند، انطباقشان با فرهنگ مصر در بهترین حالت تصنعی بود و طبعاً برای متحد کردن کشور کفایت نمی‌کرد. در شمال روشنفکران و نخبگان ستیزجوی لیبیایی در میان خود اختلافاتی داشتند و در این حال در جنوب مجموعه کاهنان مصری که تعداد زیادی شاهزاده مصری هم در میانشان بود، هنوز به قدرت چسبیده بودند. به این ترتیب مصر تجزیه شده برای هر مهاجم جدیدی لقمه آسانی بود. مصر به رژیمی احتیاج داشت که بتواند با نیرومندترین و با ارزشترین سرمایه‌اش، یعنی تاریخ مصر، رابطه برقرار کند. در سال 747 قبل از میلاد این اتفاق رخ داد. کوشی‌ها همسایه جنوبی مصر در نیوبیا بودند و از زمان بسیار قدیم با مصری‌ها در اطراف بخشی از مرز جنوبی مصر جنگ و درگیری داشتند و در قرن 8 قبل از میلاد اونا دست بالا رو داشتند. آنها به باورهای سنتی مصر اعتقادی راسخ داشتند و از بسیاری جهات در این زمینه از خود مصری‌ها هم مصری‌تر بودند. قلمرو کوش در نیوبیا درست در مرز دنیای مصری واقع شده بود. کوشی‌ها که بارها مقهور مصری‌ها شده بودند، به شدت تحت تأثیر باورهای مصریان قرار داشتند. جبل بارکال، شمال سودان. باورهایی که مرکز آنها در این کوه سنگ ماسه‌ای به نام جبل بارکال متمرکز بود. قرن‌ها مردم آن را به عنوان تپه معنوی آفرینش می‌شناختند. تپه‌ای که الهه بزرگ مصر یعنی آمون از آن متولد شده بود. این کوه مقدسه، همون جایی که آمون در فرم و شکل باستانی خودش در اون زندگی می‌کرد. دکتر تیم کندال تقریباً 30 سال از عمرش را صرف کار کردن در این منطقه کرده. پایانه جنوبی امپراتوری جایی بود که رود نیل از اونجا جاری می شد. حاصل خیزی از اونجا شروع شد. بنابراین قاعدتاً می بایست جایی باشه که تمدن از اونجا آغاز شده. به این ترتیب یعنی اونا تصور می کردن اینجا محل تولد آمونه. بنابراین این همون کارناک باستانی. وقتی فرعونه پادشاهی نوبین در 1500 سال قبل از میلاد وارد اینجا شدند، این معبد را ساختند و آن را به آمون و همسرش الهه موت تقدیم کردند. و وقتی 400 سال بعد مصری‌ها از نیوبیا عقب نشینی کردند، کوشی‌های بومی همچنان این کوه را گرامی داشتند و همینطور به سنت‌های باستانی مصر احترام گذاشتند. وقتی پادشاهان کوشی از نظر نظامی به قدرت فزاینده‌ای دست یافتند، ادعا کردند که مصر متعلق به آنهاست. به این ترتیب وقتی شاه پای در 747 سال قبل از میلاد حمله کوشی‌ها به مصر را رهبری کرد، نه تنها در آنجا غارت و چپاول نکرد و ویرانی بر جای نگذاشت، بلکه به مرمت و بازسازی پرداخت و 25مین سلسله مصر را تأسیس کرد.
نکته طنزآمیز اینه که اون مصر رو فتح میکنه برای اینکه اوضاع رو روبرا کنه. پس در واقع یه چرخه تولد دوباره، رشد دوباره، توسعه مجدد وجود داشته و پادشاهان کوشی واقعا یه جور ارتباط با اون سرچشمه قدرت باستانی برقرار بله، کرده بود. درسته. و در واقع دوباره اونو به مصر برگردوندن. درست مثل اینه که زمان رو دوباره شروع کنی و همه چی رو سر و سامون بدی. پس اونا هم همون تعلق خاطر به تاریخ و تداوم اونو درست مثل مصری‌ها داشتن، یعنی جانشینان طبیعی پادشاهان سلسله 18 هم هستن. درسته. کوشی‌ها که تمایل شدیدی به اثرگذاری در داستان دراز مصر داشتند و می‌خواستند اثر و نشانه خود را در آن بر جای بگذارند، شروع کردند به بازسازی مصر، اینجا در منطقه مرکزی و حیاتی نیوبیا. شاهپای معبد آمون را که در جبل بارکال بود گسترش داد تا همتراز معبد بزرگ کارناک واقع در تبس مصر شود. اما در حالی که کوشی‌ها شیفته فرهنگ مصر بودند، هنوز هم ریشه‌هایشان اینجا در آفریقا بود. صورت الهه موت یه خراش‌های قبیله‌ای داره. نگاه کن. اگه در این نور دیده بشه میتونیم اونو ببینیم. میتونی این ستا خط رو روی صورتش ببینی؟ یعنی این یه الهه مصری با چهره نیوبیاییه؟ بله، اون الهه نیوبیاست و داشتن خراش‌های قبیله‌ای برای اهالی نیوبیا شایسته است. پس این یه نسخه خیلی روشن و واضح از شیوهی که در اون اهالی محلی نیوبیا خدایان سنتی مصر متعلق به خودشون میدونستن و روی صورتشون نشونه ها و بله. علامت های مخصوص میذاشتن. درسته. واقعا دقیقاً همین جوریه. درسته. اینجا سرزمین شگفتی هاست. اینو ببین چقدر زیباست. البته این سرزمین شگفتی ها چیزهای دیگری هم به عنوان اندوخته دارد. تندبادها و طوفان‌های شدید بدترین طوفان‌های شن سال را به وجود می آورند. نباید فراموش کنیم که مردم دوران باستان مجبور بودند با چنین پدیده های طبیعی سختی روبرو شوند. اینجا مسلماً میتونین طعم شن و زیر دندوناتون احساس کنین. اهالی دوران باستان با این پدیده ها با استفاده از طلسم و جادو و برپا کردن آیین های خاص مقابله میکردن. علاوه بر این هدایای خاصی هم به خدایان مخصوصی تقدیم میکردن که مهمتر از همه برای اوسیریس خدای ست بود که خدای تلاطم و طوفان و خدای موقرمس ها بود که آدم های شورشی و پر جنب و جوش و خروشی هم بودن. من در این معبد پناه میگیرم. اینجا را پسر پای به نام تهارکا در دل کوه تراشیده و در این معبد اخیراً توسط یک گروه ایتالیایی مرمت‌های اساسی صورت گرفته است. در اینجا به وضوح میتوان شواهد بارزی از تداوم تأثیر قدرتمند مصر را مشاهده کرد. من قبلاً اینجا نیومده بودم و اصلاً نمیدونم که اینجا چه خبره. بنابراین همونقدر که برای شما تازه است، برای منم تازگی داره. آخ خدای من. این یک امتیاز و افتخار است که انسان بتواند دیوارهایی را ببیند که در اثر گذشت زمان سیاه شدند. وای اینجا را نگاه کن، خیلی زیباست. اونا نه تنها رنگ طلایی بلکه رنگهای آبی را بیرون آوردند. این دو رنگ، آبی درخشان آسمان و رود نیل و طلایی که رنگ واقعا تأثیرگذار الهه خورشیده. این تهارکاس قدرتمندترین و مهمترین فرعون کوشی ها. او را به سبک کلاسیک مصریان نشان می دهند که مشغول تقدیم هدیه‌ای به آمون و همسرش الهه موت است. تو اینجا خطوط برجسته از بین رفته. این سبک سنتی و قدیمی تکنیک باستانیه. این پولکه و این پولک ها روی این رنگ طلایی رو پوشوندن. حتی می تونین این پولک های ریز رو روی زره سینه هم مشاهده کنین. زرهی که آمون پوشیده. همه ی جزئیات تو اینجا دیده میشه. شگفت انگیزه. واقعا زیباست. خارق العاده است. خوب نگاش کنی؟ این دیوار به راحتی تجسم جادوی مصر باستان است، چون کسانی که سعی می‌کردند بر آن پیروز شوند سرانجام شیفته و فریفته‌اش می‌شدند و بعد هم به صورت بخشی از آن در می‌آمدند. این تلاش صادقانه تهارکاست که پادشاهی خود را به دستاوردهای عظیم فرعونه قبلی مصر پیوند داد، به خصوص این ارتباط را با فرمانروایان پادشاهی نوین برقرار کرد. So I'll
بنابراین اگرچه در تاریخ ثبت شده که تهارکا مصر را فتح کرد، اما این صحنه آشکارا نشان می‌دهد که در واقع این مصر بود که بر تهارکا پیروز شد. گویی هویت مصری همواره پیروز خواهد شد تحت هر شرایطی. تا جایی که تهارکا هم با شاه‌های قوچ آمون نشان داده می‌شود و او را به عنوان پسر خدایان مصر معرفی می‌کند. در سلسله 18 اینها رو آمنهوتپ 3 در معبد لوکسور برتن کرد. بعدم اسکندر مقدونی اونا رو برتن کرد تا نشون بده که اونم پسر آمون بوده. و در این جام تهارکا رو داریم که با تمام زیورالاتش و همه شکوه و عظمتش نشون داده شده. چه کسی میدونست که اونا اینجا بودن در حالی که در این صخره بسیار خاص و استثنایی مخفی شدند؟ ما الان در قلب جبل بارکال هستیم، به قلب باورهای مصر باستان قدم گذاشتیم، چون اینجا دقیقاً محل تولد آمونه. اون الان اینجاست، فقط برای ما، دقیقاً همین الان از میان این دیوارها پدیدار میشه. تعداد بسیار معدودی از انسانها چنین صحنه‌ای را دیدند. اینجا درون معبد، جایی که فقط پاکترین و پرهیزگارترین افراد اجازه ورود دارند، تهارکا در حال تکریم در مقابل قدرتمندترین الهه مصر دیده می شود. و بیرون از معبد بر روی کوه او ایثار و سرسپردگی در مقیاسی واقعا عظیم را نشان می دهد و این کار را با تزیین نوک قله این کوه به نمایش می گذارد. با 18 متر ارتفاع و 11 متر فاصله از بدنه اصلی صخره کاملا غیر قابل دسترسی به نظر می رسد. اما تهارکا به یک موفقیت فنی عظیم و باور نکردنی دست یافت. او یک بازوی جرثقیل و داربستی استادانه ساخت تا نشانه جاودانی از خود بر روی کوه بر جای بگذارد. کارش این بود که برای خودش یک کتیبه درست کرد و در اون پیروزی‌هاشو در غرب و شرق یادآور شد و بعد افرادش در زیر اون کتیبه یه مجسمه کوچک شاه رو نصب کردن و کتیبه رو با طلا پوشوندن. امروز شما به سختی میتونید اون رو ببینید، اما در اون روزها برجسته ترین و مشخص ترین قسمت کوه بود. یعنی هدفی بوده که خدایان اون رو ببینن. بله دقیقاً همینطوره. البته چشم هیچ موجود فناپذیری قادر نبود آن کتیبه را از روی زمین بخواند، اما مسئله این نبود. کتیبه پیامی برای خدایان بود، به همین دلیل در دل کوه کنده شده بود و هدفش تأثیرگذاری بود. این کتیبه که سراسر پوشیده از تلاس، اشعه های خورشید را منعکس می‌کرد و به مثابه تابلوی بسیار بزرگی بود که پیام تهارکا را ابلاغ می‌کرد و از کیلومترها دورتر دیده می‌شد. و این هم باز به گذشته مصر و به زمانی برمیگردد که فراعنه پیشین سنگی زرندود بر فراز اهرام و ستونهای سنگی هرمی شکل می‌گذاشتند تا قدرت‌های عظیم خورشید را تحت کنترل درآورند. درست در شرق جبل بارکال گورستان نوری واقع شده، همان جایی که تغییر و تبدیل شاهان کوشی به فراعنه مصر سرانجام کامل شده. چون سلسله‌ای که به مصر حمله کرد اکنون نماد آخر مصر را نسخه برداری می‌کرد و برای نخستین بار در بیش از 1000 سال شاهانی که بر مصر فرمان روایی می کردند در اهرام به خاک سپرده می شدند. وقتی پادشاه ها منفیس رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب کردند، در کنار رودخانه و نزدیک اهرام زندگی می کردند. تهارکا اکثر اوقات عمرش رو در اونجا زندگی کرده بود و با اهرام بزرگ آشنا بود. بنابراین وقتی از دنیا رفت، به هرمی در ابعاد و اندازه متناسب خودش احتیاج داشت و اون نوع جدیدی از هرمو برای خودش ساخت و جانشیناش هم ازش پیروی کردن. سرانجام کوشی ها اهرام بیشتری در اینجا ساختند و همانطور که مصریان اهرام خود را در مصر بنا کرده بودند، آنها هم اهرام خود را در سرزمین خود یعنی نیوبیا ساختند. و البته درست مثل هرم گیزا، هرم تهارکا هم دقیقاً با محیط پیرامون آن هماهنگ و همسو بود. دقیقاً از همان روزی که طغیان رود نیل شروع به فروکش کردن می‌کند، خورشید درست این گونه غروب می‌کند. دقیقاً پشت قله جبل بارکال. البته فقط در این روز خاص و فقط وقتی که از بالای هرم تهارکا دیده شود. واقعاً خیلی تاثیرگذاره، نه فقط یه مهارت و یه شاهکار مهندسی، بلکه نشانگر احترام به خالقه. الهه‌ها طبیعت رو مشاهده می‌کنن. به نظر من خیلی جالبه. بررسی خیلی زیادی لازمه تا بتونن تاریخ، مکان و ساعت دقیق چنین اتفاقی رو مشخص کنن. وقتی در میان این اهرام تصاویر و مجسمه های آمون و موت و معابد عظیم آنها هستیم، به آسانی میتوان فراموش کرد که کوشی ها در واقع نیروهای بیگانه ای بودند که به زور مصر را تسخیر کردند. البته در حقیقت چنین به نظر می رسد که مصر به مهاجمان خود طعنه و کنایه می زده و می گفته ممکن است تلاش کنید و بر سرزمین ما مستولی شوید، اما در نهایت فرهنگ ما بر شما مستولی خواهد شد.
و این چنین بود که کوشی ها میراثی از بازسازی، نوآوری و احیا از خودشون به جای گذاشتن. اما مثل سایر فاتحان مصر، لحظات اوج قدرت کوشی ها هم زودگذر و ناپایدار بود، چون 25مین سلسله اونا بیش از یک قرن طول کشید و حالا دیگه گروهی قدرتمندتر و جاه طلبتر به مصر هجوم آوردن. در سال 674 قبل از میلاد، لشکر عظیم آشوریان وارد مصر شد. آنها که جهانگشا بودند، علاقه چندانی به فرهنگ مصر نداشتند و تنها به دنبال گسترش قلمرو امپراتوری خود بودند و این کار را با حمله به شهر تبس آغاز کردند. کلاهود برنجی آشوری، 664 سال قبل از میلاد. آشوریا برعکس مصریا به گسترش امپراتوری خودشون علاقه مند بودن و واقعا بر سایر نقاط دنیا مسلط شدن و این کار اونا با جنگاوری و جسارت همراه بود. این کلاهخود برنجی غیر مصری در تبس کشف شد. این یکی از معدود اشیایی است که حمله و استیلای آشوریان به مصر را آشکار می کند. آشوریان به رغم آنکه خودشان هم به اندازه کافی پیکرنگاری های تأثیر گذاری داشتند، برای اینکه علامت و نشان خود را بر آنها بر جای بگذارند، وقت کافی نداشتند. آنها فقط قدرت خود را از طریق دریدن قلب باورهای مصریان بر آنها اعمال می کردند. این مجموعه و این فضای بسیار وسیع و روحانی هرگز در تاریخ مصر مورد تهاجم قرار نگرفته بود. بنابراین، هجوم و آسیب رسوندن به مجسمه ها و اشیاء گران قیمت اهانت مستقیم به مصریان بود. اون چه واقعا تهون دهنده است و اهمیت زیادی داره اینه که این کلاه واقعا یه وسیله مصری نبوده، چون مصری ها هیچ وقت کلاه خود سرشون نمیذاشتن. اینطور نیست؟ اونا به موهای پرپشت خودشون متکی بودن، درست نمیگم؟ به همین دلیل برای منم این یه شی کاملا بیگانه است. آشوریان با سلاح‌ها و زره‌های پیچیده‌ای که داشتند، در واقع یک ماشین جنگی بودند و پیشروی توقف ناپذیرشان برای مصر هزینه زیادی داشت. البته بعد از حدود 20 سال آشوریان به سمت شرق بازگشتند تا به حل و فصل مشکلات داخلی خود بپردازند و تعدادی غلام و خراج‌گزار را در مصر بر جای گذاشتند. شاهان سائیت قدرت را در دست گرفتند. این افراد که در کنار دلتای شهر سائیت زندگی می‌کردند، شاهان سائیت بودند. سیاستمداران مصری موذی و حیله‌گری که در ابتدا به خدمت اربابان آشوری خود درآمدند، اما اندکی بعد چنان قدرت گرفتند که اعلام استقلال کردند. اکنون مصر دوباره به دست مصری ها برگشته بود. سائیت ها تجدید حیات چشمگیری در فرهنگ بومی به وجود آوردند و در قلب آن قدرتمندترین نماد هویت ملی مصر قرار داشت: مومیایی کردن. اما این سنت دیگر محدود به انسان ها نمی شد و در مومیایی کردن حیوانات هم انفجاری رخ داد. همه حیوانات از سگ گرفته تا گربه، کروکودیل، لکلک و حتی موش های کوچک. مصریان باستان همیشه مردگان خودشون رو مومیایی می‌کردن، چه انسان و چه حیوان، و ما نمیتونیم اونو به عنوان شیوه پادشاهان سائیت ببینیم، با وجودی که سعی میکنن نشون بدن ما مصر هستیم، ما مهم هستیم. اینه که ما رو به موجوداتی خاص تبدیل میکنه. هیچ کس دیگه‌ای در دنیای باستان نمیتونست مثل ما مصری ها مومیایی کنه. بنابراین اونا این مسئله رو بسیار بزرگ جلوه میدادن. آنها حیواناتی را صرفاً برای مومیایی کردن پرورش میدادن و بعد به عنوان هدیه به معابد میفروختند و به این ترتیب به قدیمی ترین صنعت مصر جان تازه‌ای بخشیدند. مرگ یک بار دیگر به تجارت پر رونقی تبدیل شده بود. ممکنه در حال حاضر این کار احمقانه‌ای به نظر برسه، اما حدود 2000 سال قبل اینجا در ساخارا منظره‌ای کاملا عادی و متداول بود. این مکان همیشه مملو از زائران بوده. کاهنان در اینجا مشغول مومیایی کردن حیوانات بودن و حیوانات مومیایی شده رو اینطوری داخل اینجور گاری‌ها می‌ذاشتن. بنابراین باید این فکر رو از سرمون بیرون کنیم که کاهنان مصری صرفاً شخصیت‌های زاهد و پرهیزگار و آرامی بودن که بعد اونا رو به آرامی به این سو و اون سو می‌برد، چون در این دوران تعداد زیادی از اونا اینجور کارا رو انجام می دادن.
و این قابلیت بی انتهای مصر در تفسیر مجدد باورهای اساسیش بود که کلید پایداری و دیرپایی آن شد. هزاران سال مصری ها باور داشتند که فرعون زنده و تجسم روح مصر است و وقتی شاه می میرد روحش در بدن مومیایی شدهش زندگی می کند. به همین دلیل می بایست آن را سالم نگه داشت تا تداوم حیات مصر تضمین شود. به همین دلیل آنها همیشه فرمان روایان خود را در مناطق امن اهرام دفن می کردند و یا در قبرهایی که درون صخره ها حفر می کردند به خاک می سپردند. اما در دوران افزایش ناآرامی ها و تسلط بیگانگان مصری ها دیگر حتی نمی توانستند به دفن کردن فرعون اطمینان کنند. به همین دلیل به یک سنت دیرینه دیگر روی آوردند. معبد سراپیوم در ساخارا یک آرامگاه عظیم زیرزمینی است که در آن مفاهیم مومیایی کردن مقام سلطنت و حیوانات در هم می‌آمیخت. در هر یک از این تابوت‌های بزرگی که از تخت سنگ‌های گرانیت ساخته شده‌اند، حیواناتی قرار داشت که مردم معتقد بودند تجسم همه صفات و خصلت‌های مقام سلطنت است. اینجا محل دفن گاو مقدس مصریان است. اینا اجساد مومیایی شده گاوهای مقدس بودند که در نگرش مصری‌ها از چنان ارزش و اهمیتی برخوردار بودند که اونا این همه تلاش و هزینه رو برای ایجاد یه محوطه مناسب و اثرگذار جهت تدفین گاوهای مقدس متقبل شدند و واقعاً این کار رو انجام دادند. وقتی یه گاو مقدس می‌میره اونو مومیایی و دفن می‌کنن، دیگری رو در دوران زندگیش پرستش می‌کنن و پس از مرگش دوباره اونا هم مومیایی و دفن می‌کنن. بنابراین یه تسلسل واقعی وجود داره. تاریخ آغاز آیین پرستش گاو مقدس به ابتدای تاریخ مصر باز می‌گردد و ارتباط نزدیکی با فرعون دارد. اعتقاد بر این بود که وقتی گاو مقدس مرد، با اوسایریس خدای زندگی پس از مرگ یکی شد و به این ترتیب یک گاو مقدس اوسایریس شد که به صورت مخفف آن را سراپیز می‌خواندند و این گاوها در دوره سایت‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای یافتند. در طول دوره اشغال بیگانگان که مصر در غیاب فراعنه اداره می شد، مصری ها به یک حضور فیزیکی احتیاج داشتند و گاو این حضور رو براشون تأمین می کرد. چون مردم می تونستن اونو با چشم خودشون ببینن، می تونستن همراه با اون مراسم و آیین هایی رو به اجرا در بیارن و پس از مرگش هم اونو مومیایی و سپس به شیوه فراعنه هزاران سال پیش دفن می کردن. بنابراین داشتن چنین موجودی در اینجا بسیار مهم بود. هر یک به ترتیب مثل این یکی در تابوت های سنگی دفن شدن. ما در حال بررسی دلایل عشق و ایثار جدی نسبت به این موجود و تمام چیزهایی هستیم که برای مصر به ارمغان آورده. سراپیوم تجلی واقعی مصر است که در آن باورهای اصلی و اساسی مصر حالت افراطی به خود گرفته است. وقتی در اینجا باشید به شدت احساس کوچکی میکنین و متوجه میشین که دارین در میان تاریخ قدم میزنین. بی پرده بگم، واژه ها در مقابل عظمت تاریخ شکست میخورن و از بیان واقعیت ناتوان هستند. و نکته اصلی اینجاست، مهارت مصریان این چنین بوده. آنها با سلاح عظمت و ابهت انگار بر سر آدم میکوبند و آن را متلاشی میکنند. البته عشق و ایثار مصریان نسبت به گاو مقدس آنها را آسیب پذیر کرده بود. با متمرکز کردن قدرت مصر درون وجود یک حیوان زنده، آنها هدف سهل الوصولی برای دشمنان به وجود آورده بودند. با متاسف کردن مقام والا به گاو مقدس، آسیب رسوندن به اون واقعا غیر قابل تصور بود. اما وقتی پادشاه ایران کمبوجیه به مصر حمله کرد، نقشه های دیگه ای داشت. امپراتور ایران غرب رو در نوردید و هرچه بر سر راهش بود تصاحب کرد و بعدم وارد مصر شد. کمبوجیه پادشاه ایران در سال 525 قبل از میلاد وارد مصر شد و سلسله سایتو منهدم کرد. ایرانی‌ها هم مثل آشوریان جهانگشایان جسوری بودند و عمدتاً خواستار گسترش امپراتوری خود بودند و ظاهراً کمبوجیه تمامی سنت‌های مصر باستان را زیر پا گذاشت. کمبوجیه که به زور مصر رو اشغال کرده بود، مومیایی فرعون قبلی سایت رو به آتیش کشید و پس از اون گاو مقدس رو سر برید و گاو به تدریج اونقدر خون ریزی کرد که جون داد. با انجام این کار کمبوجیه پیام بسیار روشنی به مصری ها فرستاد: حالا دیگه من فرمان روا هستم.
تا 200 سال بعد مصریان چیزی نبودند به جز خدمتگزاران امپراتوری ایران که مالیات‌های گزافی هم به آن کشور پرداخت می‌کردند و با وجود تمام تلاشی که برای شورش و طغیان علیه ایران داشتند، اما ایران قدرتمندتر از آن بود که مصریان بتوانند موفق شوند. مصر به یک نیروی دیگر احتیاج داشت، نیرویی که گویا درون مصر وجود نداشت. هرچند اندیشه‌های مصر باستان در ظاهر توانمند بودند، اما در اصل لازم بود که مصر متحول شود. در نهایت هم دوره تسلط ایرانیان بر مصر با ورود اسکندر مقدونی به پایان رسید. اسکندر یکی از بزرگترین نوابغ نظامی دنیا بود و طی زندگی کوتاهش امپراتوری بزرگی به وجود آورد که در سر تا سر سقاره جهان امتداد داشت و بیش از 70 شهر را بنا نهاد که نام او را داشتند. اسکندر پس از شکست دادن پادشاه ایران در سال 332 قبل از میلاد بدون مواجهه شدن با هیچ مقاومتی وارد مصر شد. موفق ترین خالق امپراتوری دنیا از راه رسیده بود. او نه فقط آینده مصر را متحول کرد، بلکه گذشته باستانی آن را هم حفظ کرد. واقعا اغراق نیست اگه بگم اسکندر یکی از جالب توجه ترین انسان‌هایی که تاکنون زندگی کرده. اون واقعا یکی از قهرمانای دنیای باستان بوده. بنابراین حتما فکر میکنین مصر پر شده بوده از عکس‌ها و مجسمه‌های اون، چون به هر حال اونا رو از سلطه ایرانیان بیرون آورده بود. اما بجز شهر بزرگ اسکندریه که نام اونو یدگ میکشید، به سختی میشد اسم اونو در معابد سنتی مصر پیدا کرد. البته به غیر از اینجا در این زیارتگاه ساده و کوچیک در قلب معبد لوکسور. اسکندر نه تنها سربازی جنگاور، بلکه سیاستمداری مسلط بود. و وقتی وارد ممفیس پایتخت باستانی مصر شد، شایعاتی بر سر زبان‌ها افتاد که او پسر آخرین فرعون محلی مصر بوده. این شایعات بلافاصله او را وارد تاریخ طولانی مصر کرد و مدتی بعد به عنوان یک فرعون سنتی تاجگذاری کرد. اسکندر اینجاست، مردی که تصویرش بارها بر روی دیوارهای سنگ آهک معبد نقش بسته. با وجود این، فقط با نگاه کردن به اون امکان نداره بفهمین که اون اسکندره، چون کاملا شبیه سایر فراعنه مصره. اسکندر راز اونا رو میدونست، این که برای فرمان روایی در مصر میبایست مثل یه مصری ظاهر بشی، و اون این کارو خیلی خوب انجام میداد، تا حدی که اسمشو، اسم یونانیشو که الکساندروسه، حتی روی یه قاب سلطنتی هم به سبک مصری ها نوشته بود و این تنها وسیله‌ای که فاش میکنه این اسکندر مقدونیه، چون اسمش اینجاست، الکساندروس، که دقیقاً به سبک مصری نوشته شده و در اونجا حتی تاج دورنگ سفید و قرمز که نشانه یک سرزمین واحد و متحد بود بر سر میگذاشت. بنابر این هر چیزی رو که نشون میداد اون یک فرعون مصری در خودش جمع کرده بود. اسکندر هم درست مثل شاه کوشی‌ها تاهارکا در جبل بارکال در حال تقدیم عود به آمون نشان داده شده، اما صرفاً برقراری ارتباط ساده با خدایان کافی نبوده. اسکندر فقط به مدت 6 ماه در مصر ماند، اما در دوران اقامتش شهری را بنا نهاد که آخرین و ماندگارترین میراث او بود، شهر بزرگ اسکندریه. آریان مورخ متأخر نوشته است که اسکندر طرح کلی آن شهر را که در ساحل دریای مدیترانه ساخته شده بود شخصا تنظیم کرده بود، به نحوی که این شهر بتواند ارتباط تجاری و بازرگانی مصر را با سایر نقاط جهان باستان برقرار سازد. اما فقدان گچ یا سایر وسایل مورد نیاز باعث شد او آن شهر را با گندم بسازد. وقتی گروه پرندگان شروع به خوردن دانه های گندم کردند، اسکندر این حرکت پرندگان را بدشگون تلقی کرد، اما مشاور اون بلافاصله این خبر بد رو به خبر خوب تبدیل کرد و این کار پرندگان رو چنین تعبیر کرد که شهر جدید به سرعت پیشرفت خواهد کرد و روزی میرسه که این شهر به تمام دنیا غذا میرسونه. این پیشگویی به طرز عجیبی درست از آب در اومد، چون ظرف فقط چند سال اسکندریه نه فقط به پایتخت جدید مصر، بلکه به بزرگترین شهر روی کره زمین تبدیل شد. البته خود اسکندر هرگز اینو به چشم ندید. اون اساساً یه سرباز بود و اشتیاق اون برای غلبه بر امپراتوری ایران باعث شد در سال 331 قبل از میلاد مصر رو ترک کنه و دیگه زنده به اونجا بر نگشت. اون از سمت شرق اونقدر پیشروی کرد که به هند رسید و یک امپراتوری رو که بیش از 3.5 میلیون
کیلومتر وسعت داشت قبل از مرگش که در 32 سالگی رخ داد تصرف کرد و در حالی از دنیا رفت که از هیچ کسی شکست نخورده بود و همچنان فرعون مصر بود. پس از مرگ اسکندر را مومیایی کردند و جسدش محور جنگ قدرت شد. بعضی از افسرانش می‌خواستند او در وطن خود یعنی یونان به خاک سپرده شود، اما گروه دیگر معتقد بودند که باید او را به مصر برگردانند و به عنوان یک فرعون به خاک بسپرند تا بدین وسیله سنت دیرینه مصر حفظ شود. اما مفهوم این آن بود که هر کس این جسد را تصاحب کند می‌تواند ادعای تاج و تخت مصر را هم داشته باشد و کلید این معما را می‌توان در اینجا بیابان بادگیر ساخارا یافت. اسکندر 10 سال بعد از اینکه مصر را ترک کرد به اینجا برگشت، چون جسدش به سبک مصری مومیایی شده بود و به تلسمی قدرتمند تبدیل شد. چون هر کس جسد اسکندر مقدونی رو تصاحب می‌کرد، صاحب مصر می‌شد. در مسیر یونان، تشییع‌کنندگان جسد راه خود را کش کرده و بدن مومیایی شده او به اینجا، گورستان باستانی مصر در ساخارا آورده شد. درست مثل این مجموعه مجسمه هایی که هیچ شباهتی به مجسمه های مصر ندارند، آرامگاه او هم به عنوان یک رمز و راز مخفی باقی مانده، در حالی که فقط چند متر دورتر از سراپیوم قرار دارد. همین مجسمه هایی که از سنگ تراشیده شدن نشانه بارزی در اختیار ما میذاره، مبنی بر اینکه به احتمال زیاد اسکندر اول در نزدیکی اینجا به خاک سپرده شده. چون اینا مجسمه های حکاکی شده از بعضی از دانشمندان و هنرمندان یونان باستانه، اگرچه تشخیص دقیق هویت این مجسمه ها سالها دانشمندان رو گیج و کلافه کرده، اما هویت های احتمالی اونا رابطه مستقیمی رو با دنیایی نشون میده که اسکندر در اون پرورش یافته و تحصیل کرده. مثلا هومر را در نظر بگیرید. سلحشور بزرگ و قهرمان او، آشیل، الگوی ایدئال تمام زندگی اسکندر بود. افلاطون که مربی ارسطو بود، کسی که خودش مربی اسکندر شده بود، و پیندار که در شعرهایش اجداد مقدونیه اسکندر را ستوده. در رابطه با اینکه چه کسی این مجسمه ها را اینجا گذاشته، باید گفت که به احتمال زیاد بطلمیوس ژنرال و احتمالاً برادر ناتنی او بوده و برای به خاک سپردن اسکندر در اینجا این مجسمه ها را به این مکان آورده که تسلط خود بر مصر را قانونی جلوه دهد. اون با مطرح کردن ادعای تصاحب جسد اسکندر و همینطور تصاحب مصر، سلسله‌ای رو به نام خودش به وجود آورد. سلسله بطلمیوسی های افسانه‌ای و بیدادگر. سلسله بطلمیوس که 3 قرن آخر قبل از میلاد در مصر فرمان روایی کردند، آخرین دوره شکوفایی مصر بود. 15 پادشاه مرد که همگی بطلمیوس نام داشتند، به همراه زنانی که شریک فرمان روایی آنها بودند و همگی کلئوپاترا نامیده می شدند، بر مصر حکومت کردند. اهالی مقدونیه که اصل و نسب یونانی داشتند، همراه سلسله خود سبک زندگی یونانی، فرهنگ و علم و ثروت بیکران خود را به مصر آوردند. اونا نسبت به آیین‌های فرهنگی حساسیت زیادی داشتند، چون می‌دونستند که برای کنترل کردن این سرزمین باستانی باید به همون چیزی متوسل بشن که مصر رو قدرتمند کرده و به صورت کشور ویژه‌ای درآورده. اونا لباسای مناسبی می پوشیدن، تا چای مناسب بر سرشون می زاشتن، معابد مناسبی می ساختن و الهه های مصر باستان رو پرستش می کردن. و بطلمیوسی ها پایتخت مصر را از منفیس به ابر شهر جدیدشان یعنی اسکندریه منتقل کردند. این شهر که بر اساس طرح اصلی اسکندر ساخته شده بود، یکی از پرخرج‌ترین پروژه‌های ساختمانی روی زمین بود. استرابوی مورخ بعدها اینطور اظهار نظر می‌کنه که شهر دارای محوطه‌های عمومی بسیار زیبا و کاخ‌های سلطنتی بوده که 1/4 و حتی 1/3 کل محوطه را اشغال کرده بودند. عرض خیابان‌هایی که ستون‌های مرمر داشتند بیش از 10 متر بود. شهر دارای حمام‌های عمومی و یک استادیوم ورزشی بسیار بزرگ بود. و یکی از بزرگترین شگفتی‌های دنیای باستان، فانوس دریایی عظیمی که ارتفاع آن 135 متر بود و کشتی‌ها را راهنمایی می‌کرد تا به سلامت در بندرها پهلو بگیرند. و در مرکز شهر شخص اسکندر دیده میشد که جسد مومیایی شده اش در ساخارا از خاک بیرون آورده شده و به اینجا منتقل گردیده بود. بطلمیوسی ها پایتختی ساختند که شباهتی به شهرهایی که مصریان قبلا دیده بودند نداشت، چون اسکندریه مصر جدیدی در حال متولد شدن بود.
ساخت اسکندریه و تأثیر شگرف مهاجران به این شهر تازگی و سرزندگی و نوعی تحول و تکامل در فرهنگ باستانی بخشید. از اونجایی که قبلا تمدن مصری در طول رود نیل گسترش یافته بود، از بسیاری جهات درون نگر و کاملا منزوی بود. من فکر می‌کنم این واقعیت که اسکندریه دروازه‌هاش رو به روی تأثیرات متنوع و متفاوتی گشود، تأثیرات مذهبی و فرهنگی باعث شد فضای شکیبایی و تحمل در اون شهر به وجود بیاد. فکر می‌کنم در اینجا خیلی احساس راحتی می‌کنم. یه حس واقعی فرهنگ و آموزش و گرامی داشته حیات در اینجا وجود داره. امروز اسکندریه بزرگترین شهر حوزه مدیترانه است و در طول 32 کیلومتر خط ساحلی کشیده شده. به عنوان بزرگترین شهر ساحلی مصر، بیش از 80% واردات و صادرات کشور در اینجا صورت می‌گیرد و این میراثی است که بطلمیوسی‌ها بر جای گذاشتند. با بهبود وضع کشاورزی مصر از طریق احداث مزارع جدید و افزایش میزان آبیاری، محصولات زراعی مصر را با محصولات جدیدی مثل پنبه و میوه‌های مرغوب‌تر جایگزین کردند و امروز هم در بازارهای اسکندریه هنوز هیاهو و سر و صدای بازارهای قدیمی شهرهای بزرگ به گوش می‌رسد. دارم سعی میکنم چیزی رو پیدا کنم که به شیرینی های خوشمزه مصر باستان شباهت زیادی داشته باشه و اون همین خرماست. اهالی مصر باستان با این خرماها شیرینی و نان درست میکردن، چون کلن مصری ها خوراکی های شیرین رو خیلی دوست داشتن. فکر میکنم بهتر یکی رو بچشم. میدونین که من فقط برای این که ببینم کیفیتش چطوریه این کار را انجام میدم. میخوام ببینم چقدر قابل اعتمادن. خیلی خوشمزه است. شهر ساحلی اسکندریه به یک مرکز اصلی تجارت جهانی تبدیل شده و از آنجا مسیرهایی به یونان، خاورمیانه، هند و حتی بریتانیا به وجود آمده. و چون کالاهای بومی مصر مثل پاپیروس و عطر به خارج از کشور روانه میشود، چیزهای تشریفاتی و تجملی عجیب و غریبی مثل انواع ادویه و ابریشم وارد میشود. مصری‌ها عاشق زیتونن و به همین دلیل هم جزء وارداته. البته مصری‌ها خودشون شروع به کاشت و پرورش درخت زیتون کردن. من حتما یه مقداری از اینا میخوام. فلفل سیاه، وای، ما باید حتما یه مقداری فلفل سیاه بگیریم. این یکی از اون ادویه‌های واقعا محبوب و مردم پسنده. مسلماً در دوره بطلمیوسی‌ها بازارها به روی کالاهای خارجی باز شده بوده و از هند و یونان این کالاها وارد می‌شده. خرید کردن در مصر با خنده و شادی توامه. هیچ لحظه ایش کسل کننده نیست. از آنجایی که اسکندریه اکنون قلب دنیای باستان است، سایر قسمت‌های مصر هم از این موهبت بهره‌مند می‌شوند. مردم مصر مانند هر کشور دیگری به تاریخ طولانی کشورشان افتخار می‌کنند. چون بطلمیوسی‌ها مصمم بودند تاریخ طولانی کشوری را که تابعیتش را پذیرفته بودند محترم بشمارند، برنامه‌های گسترده‌ای را در راستای ساخت و مرمت یک معبد بزرگ و بازسازی آن به اجرا درآوردند. اسنا، اتفو، دندارا، کامامبو، همه اینا ساخته بطلمیوسی ها هستند و گرچه تا این اندازه مورد تحسین و ستایش گردشگران و دانشمندان قرار می گیرن، اما با وجود این ارزش و اعتبار کافی برای کسایی که نگرش و بینش اونا باعث آفرینش این آثار هنری شده قائل نیستن. مهمترین و تأثیرگذارترین معبدی که اینگونه ساخته شده با اسکندریه فاصله زیادی دارد. در اعماق مصر اولیا و در نزدیکی آسومان معبد شگفت‌انگیز فیلای قرار دارد که در زبان مصری به نام پایان است، چون در جنوبی ترین لبه مصر واقع شده. اکثر این معابد را بطلمیوس دوم و همکارش در اداره مملکت یعنی آرسینوه ساختند. همسر بطلمیوس قانونی رو گذرون که بر مبنای اون مجسمه آرسینوه باید در تک تک معابد مصر نصب بشه و اون میبایست الهه مقیم اون معابد باشه. آرسینوه بانوی فرعون زن قدرتمندی بود و همدم الهه آیسیس بود، نقشی که کلئوپاترای معروف دو قرن بعد بر عهده گرفت و در حکومت بطلمیوسی ها فیلای به محور اصلی آینه آیسیس تبدیل شد. و اینجا در قلب معبد فیلایی مجسمه طلای آرسینوه شانه به شانه مجسمه آیسیس ایستاده. بنابراین دیوارها پر از تصاویر آیسیس و الهه های همتراز اونه.
بر اساس اسطوره ها آیسیس مسئول طغیان حیات بخش رود نیل بود و وقتی او اشکهایش را که برای از دست دادن همسرش اوسایریس می ریخت از چهرش پاک می کرد، رودخانه بالا می آمد. البته او بعدها همسرش را دوباره به زندگی بازگرداند. فکر میکنم وقتی کسی به اینجا میاد به راستی اون حس تداومو درک میکنه. آدم احساس میکنه در مرکز دنیا قرار گرفته. تصور من اینه که برای مردم مصر باستانم اینجا مرکز و محور بوده و از این نقطه که قلب آیین‌های مصری دوران باستان بوده راهی به دوره مسیحیت، راهی به قرن ششم میلادی باز میشه. اینجا یه جورایی آدم گیج میشه. اما در حالی که فیلای به طور فزاینده‌ای به مرکز فهم مذهب مصر تبدیل می‌شد، پایتخت جدید این کشور یعنی اسکندریه به محور اصلی دانش مبدل می‌گشت. چون بطلمیوسی‌ها یکی از نخستین مراکز تحقیقاتی را به وجود آوردند که پژوهشگران را از سر تا سر دنیا برای مطالعه به خود جلب می‌کرد. بیولوژی، الهیات، نجوم، جغرافی، کالبدشناسی، فلسفه و البته موضوع مورد علاقه خود من یعنی تاریخ. و در مرکز این گلخانه ذهنی و فکری کتابخانه سلطنتی معروف قرار داشت. زمانی بیش از 500 هزار اثر علمی در اینجا نگهداری می شد و با مکتب‌های معروف افلاطون و ارسطو در یونان رقابت می کرد و امروز آن میراث بر جای مانده به همراه کتابخانه جدید و مجهز اسکندریه همچنان به حیات خود ادامه می دهند. اعتقاد راسخ داشتند که علم قدرته و اونا این قدرت رو می خواستن. به همین دلیل در این مکان خاص بعضی از بزرگترین و مهمترین آثار موجود در تاریخ بشری رو گردآوری کرده بودند. آثار افرادی مثل اسکیلوت، سوفوکل و یوریپدس و آثار ارسطوی فیلسوف، نسخه‌ای از کتب عهد عتیق و علاوه بر اونها تمامی دانشی که از معابد مصر باستان گردآوری شده بود، همه اونا به اینجا آورده شدند. در ضمن کتابخانه بزرگ شامل آثار هرودوت مورخ یونانی هم بود که سرتاسر مصر را طی کرده بود. او حدود یک قرن پیش از به قدرت رسیدن بطلمیوسی‌ها به مصر سفر کرد. گزارش‌های او حاکی از علاقه شدید یونانیان به جامعه مصر است. نه فقط آب و هوای اینجا با سایر نقاط دنیا متفاوته و رودخانه ها شباهتی به سایر رودخانه ها نداره، بلکه مردمش هم در بیشتر آداب و رسوم و آیین هاشون دقیقاً برخلاف روش های متداول بشری رفتار می کنند. زنان به کارهای مربوط به بازار و تجارت می پردازند در حالی که مردان در خانه می شینن و کار بافندگی انجام می دن. مسلم است که قدرت زنان مصری باعث حیرت هرودوت شده بود. او به هنگامی که گروهی از مردان و زنان را در حال سفر دست جمعی با قایق به شهر بیوباستیس دیده بود، این مطلب را به وضوح در یادداشت‌هایش نوشته است. در معابد سرتاسر مصر، بطلمیوسی‌ها می‌خواستند اطمینان حاصل کنند که تصاویرشان مثل تصاویر فرعونی مصر است، به گونه‌ای که آنها با پیشینیان مصری خود قابل تشخیص نباشند. البته در اسکندریه تلفیق یونانی ها و مصری ها گاهی نتایج کم و بیش عجیب و غریبی در پی داشت. سلام نرمین. سلام، حالتون چطوره؟ نرمین یک مورخ محلی است که سالهاست به مطالعه این مجموعه آرامگاهی شاخص می‌پردازد. این آرامگاه درست بعد از دوره بطلمیوسی ها ساخته شده است. در اینجا وارد آرامگاه اصلی میشیم، تالار اصلی خاکسپاری. وای دیوونه کننده است. شگفت انگیزه. در دو طرف ورودی این تالار ستون‌های به سبک معماری قدیم یونان دیده می‌شود. این ورودی پوشیده از تصاویر الهه‌های مصر است. اینجا مثل یه آرامگاه، اما در این حال به معبدم شباهت داره. یک معبد، یک سردر معبد، اما کاملاً به سبک مصری ساخته شده. درسته. با مارهای کبرایی که از در ورودی مراقبت می‌کنن. بله. می‌دونین چرا مارهای کبرا رو در آرامگاه به تصویر می‌کشن؟ چون این مارها پلک ندارن و چشم‌هاشون 24 ساعته بازه. یعنی اونا بیدارن تا از آرامگاه تمام مدت شبانه روز محافظت کنن. من عاشق این مارها هستم. این یکی خیلی شبیه مارای یونانه، اما یه تاج کوچیک مصر باستان روی سرش گذاشته. دقیقاً. اونا هر چی رو که دارن توی آرامگاه میندازن برای اینکه امنیت رو تضمین کنن.
منظورم مدیوسا، هوروس، قرص خورشید، خلاصه همه چیزه. دقیقاً این بهترین درگاهیه که تاکنون تونست دیدم. اینجا همه چیز داره و همه طور مجسمه‌ای توش دیده میشه. این مجسمه ها نشانه ساکنان این آرامگاه هستند، اعضای یک خانواده ثروتمند. اینها هم آمیزه عجیبی از یونان و مصر را به نمایش میگذارند. فکر میکنم بدنشون شبیه بدنهای مصر باستانه. پاشو جلو گذاشته. اونا از گردن به پایین مصریان، اما از گردن به بالا اروپاییان. کاملا معلوم است که صاحبان آرامگاه هرچه در توان داشتن انجام دادند تا عبور امن و مطمئن خود را به زندگی بعد از مرگ مصری تضمین کنند. وای نگاه کن، این گاوه مقدسه. همه شخصیت ها اونجا هستن، میدونی؟ اینجا توس رو میبینیم که داره روغنا رو تقدیم میکنه و آنوبیس هم همون کار رو انجام میده، مرده رو مومیایی میکنه. حتی اون زیر کوزه های محتوی اما و احشای مرده هم هست. کوزه های محتوی اما و احشا و همینطور پرمت، الهه عدالت. بدون اجازه اون هرگز کسی نمیتونست به اون طرف بره. اون فراموش نکرده بود که در قسمت پایینی هم نشانه ای از تأثیرات یونانو بذاره. دو مجسمه از دیونیسوس خدای حاصل خیزی یونان است. ساکنان این آرامگاه به وضوح قصد داشتند به زندگی هایی که در شهر اسکندریه و شهرهای پس از آن گذرانده بودند ادامه دهند. میخواهم همه ی آن چیزهایی را که در زندگی از آنها لذت بردم با خود ببرم به آن طرف. چه جای خوبی برای زندگی کردن تا ابدیت. به رغم کیفیت کم و بیش کارتونی این آرامگاه، ثروت و دولتمندی آشکار صاحب آن نشانگر تمایل شدید روشنفکران و طبقات مرفه دوره اسکندر به هماهنگ شدن با فرهنگ مصر است. اما از بسیاری جهات این تمایل اندکی فراتر از ظاهرسازی و پنهان کردن آن قدرت و نیروی واقعی است که سرانجام مصر را نابود می‌کند. چون مهاجمان بیگانه در این زمینه تلاش زیادی کردند و عاقبت هم شکست خوردند و در واقع الهه انتقام مصر عشق شدید بطلمیوسی ها به تجملات و افرادگرایی بوده است. تنها تجملات نیست که در نماهای خارجی و سردر بناها به چشم میخوره، چون ثروتمندان و درباریان اسکندریه به خاطر علاقه مفرد به نمایش دادن و تظاهر کردن بدنام شده بودند و در واقع رفتارشون مثل هنرپیشه های روی صحنه تئاتر بود. یکی از مفسران باستانی به درستی گفته که همه چیز در مصر صرفا نقش بازی کردن و آرایش صحنه است. در حالی که مقامات حاکم در اسکندریه خوشگذرانی می‌کردند، سایر اقشار جامعه مصر از زندگی خود راضی نبودند. در اواخر قرن سوم قبل از میلاد، مصر یک بار دیگر دستخوش جنگ داخلی شد. مصر اولیا شورش کرد و بطلمیوس پنجم کوشید با جنگیدن آتش هرج و مرج را خاموش کند. او نه تنها تلاش می‌کرد خود را یک مصری جلوه دهد، حتی از این هم فراتر رفت و به حمایت از باورهای قدیمی مصریان پرداخت. در انجام این کار، او یکی از معروف‌ترین آثار باستانی را از خود در جهان بر جای گذاشت. سنگ روزتا. این سنگ به عنوان وسیله‌ای شناخته می‌شود که چمپولیون دانشمند فرانسوی برای نخستین بار توانست در سال 1822 از روی آن خط هیروگلیف مصری را رمزگشایی کند و می‌توانیم ادعا کنیم که نوشته روی این سنگ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود، چون به سه نوع خط مختلف نوشته شده بود: یونانی، محاوره‌ای و هیروگلیف. در واقع می‌توان آن را به عنوان نوعی بولتن خبری توصیف کرد. کاهنان منفیس این فرمان را صادر کردند تا به ما بگن بسیاری از افراد دقیقاً میدونن نگرش اجتماعی و سیاسی فرمان روا و کاهنان چیه. این متون عمدتاً بر حمایت و سرپرستی سخاوتمندانه بطلمیوس پنجم تاکید میکند. کاهنان از این جهت اونو ستایش میکنن که ثروت بیکرانی به معبد سرازیر میکنه و به حیوانات مقدس احترام و عزت شایسته میذاره، حیواناتی که بخش مهم و اساسی باورهای خرافی مصر رو تشکیل میدادن. کاهنان واقعاً قدردان و سپاسگزار فرعون بطلمیوس خودشون هستن که اونو شخصی میدونن که میخواد با فرهنگ و مذهب مصر باستان ارتباط برقرار کنه، یعنی درست همون کاری که اسکندر میکرد، شبیه کارایی که سایت ها و کوشی ها میکردن. اونا میدونستن که برای به دست آوردن قدرت واقعی و کنترل اساسی بر مصر باید به شیوه مصری ها رفتار کنن. البته بشر دوستی بطلمیوس پنجم برایش گران تمام شد. برقراری صلح و حفظ آرامش در مصر باستان بسیار هزینه بر بود. به همین دلیل نیمه دوم سلسله بطلمیوسی ها با شک و تردید، فساد و جنگ داخلی وحشتناکی گذشت.
چندی بعد امپراتوری رو به گسترش روم مصر را در خطر تجزیه قرار داد. فقط کلئوپاترای معروف مانع این کار شد. او به روال عمومی بزرگش اسکندر خود را برتر میپنداشت و کوشید رومی ها را در تنگنا قرار دهد. اما حتی کلئوپاترا هم نمیتوانست مانع حوادث گریز ناپذیر بشود. به این ترتیب در ماه آگوست 30 سال قبل از میلاد خودکشی معروف کلئوپاترا نقطه پایانی بود بر مصر باستانی که ما میشناسیم. این فرهنگ حماسی که 3000 سال دوام پیدا کرد ظرف چند روز به پایان رسید. در 31 آگوست مصر رسماً به روم ملحق شد. مرگ کلئوپاترا. این نقطه برگشت ناپذیر مصر بود. آهسته و دردناک افول باورها و فرهنگ مصر صورت گرفت تا مسیحیت از راه رسید. معابد متعدد آن متروکه شد. روی آنها ساختمان ساختند یا ویرانشان کردند. شکوه و عظمت مصر رفته رفته از خاطرها محو شد. اما ماجرای عظیم مصر را اکنون میتوان دنبال کرد. میتوان به 20000 سال قبل برگشت و به بررسی ریشه های فرهنگ اسرارآمیزش پرداخت. فرهنگی که در فضای منحصر به فرد آن کشور شکل گرفت. مجموعی از باورهای پیچیده و غالبا خرافی را به وجود آورد که میتوانست یک کشور را متحد سازد و یادواره های عظیم بنا کند. این کشور از هرج و مرج ها و قحطی ها جان سالم به در برد تا دوباره به پا خیزد. به اوج شکوهمندی، تولد دوباره و رستاخیز دست یابد. حتی امواج تهاجمات بیگانه نیز سرانجام مخور سنت‌های قدرتمند مصر شد و به رغم اینکه سرانجام مصر با امپراتوری روم ادغام گردید، فرهنگ باستانی آن تا فرارسیدن مسیحیت ادامه یافت. همان گونه که مصریان همیشه باور داشتند، پس از مرگ یک زندگی دیگر وجود دارد. سوزن کلئوپاترا بر روی دیواره لندن تا قرن 19 در فراموشی مانده بود. اما وقتی پیشگامان مصر شناسی روند یک کاوش مجدد 200 ساله را آغاز کردند، مصر باستان دوباره متولد شد و این بار دیگر جهانی شد. و برای ما امروز چه افتخار بزرگیه که میتونیم چنین چیزهای شگفت‌انگیزی رو ببینیم و نیم نگاهی به این فرهنگ باستانی مسحور کننده بندازیم. فرهنگ انسان‌هایی که با محیط خود یکی شدند و کسانی که در یادواره‌های ابدی خود مستهلک شدند و نیز در دیدگاه استثنایی و منحصر به فرد خود از جهان. در واقع داستان مصر هنوز تمام نشده، چون کاوش مجدد اون به این معناست که این داستان تازه آغاز شده و همینه که مصری ها رو تا این اندازه خاص و استثنایی کرده، به طوری که در سر تا سر جهان شناخته شدن و به هدف نهایی خود که زندگی جاویدانه دست پیدا کردند.